کرونایی هم با هم بدیم شاید داستان اصلا یادگیری زبان انگلیسی چیه توضیح بده هر کی میخواد زبان انگلیسی یاد بگیره با چیکار کنه ساده بگو میخوایم در واقع مخاطب متوجه بشه الفا یادگیری زبان چیه ببینید قبل از هر چیزی هر کسی که میخواد واقعا یاد بگیره من بهش پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو ببینه انگیزه شد و داشته باشی حالا ممکن انگیزه رو یکی بهت بده مثلا یه معلم خوب داری بهت انگیزه میده یا خودت یه جایی احساس میکنی که علاقه من شدی رفتی چهار تا لغت یاد گرفتی دو خط خوندی فهمیدی و میبینی چقدر جذابه چقدر اینقدر که سختش کردن سخت نیست فقط یک تلنگور میخوای یک راهی رو نشون بدن که دیگه خودت بری سمتش بیترین یعنی الان همین الان من میخوام زبان خودم رو در واقع ببرم بالا سطحشو ببین زبان تقریبا میشه گفت خلاصه شده توی وکب یعنی واژگان لغت ببین تو میتونی بعد لغت یاد بگیری هر جا که گیرت اومد یه صفحه خوندی من نمیدونم یه فیلمی نگاه کردی یه زیرنویس انگلیسی داشت این کلمه رو الان من برم معنیشو در بیارم ببینم چی میشه مثلا دو روز دو تا کلمه سه تا کلمه یاد گرفتی بعد اینا رو بری استفاده کنی یعنی دایره واژگان رو ببری بالا تا اونجایی که میتونی تا اونجایی که میتونی این دامنه واژگانت بعد بره بالا ببین ما تو محیط نیستیم خب حالا که تو محیط نیستیم چی کار کنیم؟ الان که تو محیط نیستیم محیط رو درست میکنیم برای خودمون تو خونه؟ خیلی راحت محیط درست کردن چیه؟ یعنی من یه فیلم میذارم با زیرنویس انگلیسی میبینم آه. من به اخبار گوش میدم یه صفحه میشینم میخونم غلط خلوت هستم اصلا غلط خلوت اصلا غلط خلوت هم میگم ولی بهتر که یه نفر رو پیدا کنیم و ازش بخوایم که بلده حالا یه معلم یه دوستی که زبانش خوبه من این جمله رو گفتم این درسته غلطش کجاست بهم بگو خب بعد بهم غلط ها رو میگه و غلط ها اونو بنویسیم که دیگه دفعه بعد بدونیم که آه اینجا من مثلا این سوتی رو دادم ضروری یا حیاتی میشه indispensable indispensable تکیه و اسرس روی پی هست indispensable indispensable چه اتفاقی خیلی آدم ها رو ترغیب میکنه برای یادگیری زبان انگلیسی ببینید مثلا کارشون یکی هستش که توی شرکتی کار میکنه که باید یاد بگیره خب این ترغیب میشه به یاد بگیره اصلا براش ضروریه که برای یاد بگیره بنا به کارش یکی هستی آقا یه دفعه یه فیلمی میبینه بعد علاقه من میشه میگه آقا من تو این فیلم مثلا دو تا کلمه دو تا اصطلاحشو بلد بودم خب علاقه من میشه میبینه که یک مقداری بلده ترغیب میشه میره بیشتر یاد بگیره سلو داون برو پلیس ببینید الان شما دوروبرتون رو نگاه کنید همه چی یه جوری رب داره به زبان یه جنس چینی هم خرید یه لیبل انگلیسی روش داره بله یعنی یاد گرفتنش یه ضرورت هست متوجه این؟ بله و من فکر میکنم حالا عقیده شخصی من هست سال 2020 کسی زبان بلد نباشه بی هست خیلی هم یعنی مهم. یه ضرورته واقعا واقعا خیلی مهمه یعنی واقعا به نظرم باید آدم زبان بلد بشه تا اتفاقات خب حالا تو صحبت شما شاین جان خیلی نکاتی اشاره شد برای اینکه کلا کلیت ادبیات شما برای ماها حس میکنم اینو داشت که خیلی روان تا اگه میخوای واقعا زبان انگلیسی یاد بگیری هفت هشت نکته رو باید بری دنبالش تا یکم در واقع بعد اگه خاصی تخصصی دنبالش بدی حالا اگه یه ذره بخوای شما تخصصی تر صحبت بکنی در تو کلیت زبان انگلیسی چی میگی ببینید تخصصی اگه ما بخوایم صحبت کنیم زبان تقسیم میشه به چهار تا مهارت مهارت سپیکینگ، صحبت کردن مهارت رایتینگ نوشتن مهارت لیسینینگ گوش دادن و مهارت ریدینگ خوندن. خوندن. که برای اینکه تو همه اینا قوی بشی این چی رو میطلبه؟ میطلبه که شما واژگانت وسیع باشه دایر واژگان، صحبت که داشتی بله. چند تا لغت بلدی، چقدر بلدی لغت چقدر طول میکشه زبان انگلیسی یاد بگیریم ببین تخصصی نه آشا اینجا ده حدی این که بتونیم گلیم خودمون از آب بکشیم بیرون با یک در واقع فرمول مغزی نرمال یعنی آی نرمال چقدر طول میکشه زبان یاد بگیریم من فکر میکنم تو یک سال خوب حرف بزنیم روزی اگه نیم ساعت هم اگر تلاش بکنه زحمت خوبه آدم یه ساعت یک سال وقت میذاره زبان میتونه و اون این پیوستگی خیلی مهم هست. پیوستگی در توی تمرین ببین بعضی اول تازه نفسن میان مثلا روزی پنج صد 6 سر، هفت ساعت میخونن امه. ولی بعد از دو یه دفعه تعطیل شد ببین یه سوالی تو ممکنه پادکست گوش بکنی به زبان انگلیسی چیزی متوجه نشی ولی این کلمات بعد ممکنه کمکت بکنه دقیقاً. ببینید من همیشه میگم باید این در جریان باشه یعنی اون صدایه باید به گوش ما آشنا بشه یعنی اون باید اخبارش رو بگه اون باید خبرش رو بگه و شما همینطوری گوش بدید این آها. گوش باید عادت بکنه ضمن اینکه من همیشه میگم با رونوشت یعنی با متن شما گوش بدید که حالا اگه یه جایی هم متوجه نشدی خب متن رو داریم میری از دیکشنری چک میکنی حالا با... مثلا فلان لغت رو میخوایم بریم مثل مثلا پرکتیس بله از یه دیکشنری معتبر استفاده کنید که من دیکشنری آکسفورد رو پیشنهاد میکنم که هم امریکن انگلیش رو دارن هم بریتیش انگلیش رو در واقع پوشش میدن اولین چیزی که شما برمیخوری بهش نقش در سوریه کلمه هست فعل اسم صفت بعد در واقع فونوتیک علائم آواییشه من اینو چجوری بخونم این کلمه رو باید ما علائم فونوتیک رو بلد باشیم درسته متوجه این و در واقع یک چیزی هم داریم به اسم لیبل بعضی کلمات آمیانن بعضی کلمات رسمی اینو به ما دیکشنری خوب میگه و اینکه میخوام بگم سعی کنیم لغات رو با عباراتی که کنارش میاد یاد بگیریم دقیقا آفرین مثلا همین کلمه خونه تو فارسی میگیم چیا باش میاد چه کلمه عباراتی باش میاد بگو مثلا خراب کردن خونه آره تخریب خونه خونه یه طبقه نو نوار کردن یه خونه این دقیقا تو انگلیسی هم هست عباراتی که با یه کلمه میاد بهش اصطلاح میگن کالوکیشن اینا رو هم یاد بگیریم ما وقتی اینا رو یاد بگیریم حرف زدنم قشنگتر میشه مثل حرفه یا صحبت میکنیم مثل آه. یه آمریکایی مثل آه. یه انگلیسی آها پس من فهمیدم که مثلا کلمه رو وقتی میخوایم یاد بگیریم چیزهایی که پس و پیشش هم هست عباراتی و... که باهاش عبارات. یاد بگیریم چقدر خوب این خیلی خوبه یعنی مثلا این تو هم این تو هم تو صحبت کردن خیلی کمکمون میکنه صحبت کردن اون قشنگ میشه و هم توی نوشتن یک امتیاز هست آها آفرین خب شاید جان نکته خاصی هست در پایان اینکه ما در مورد چهار تا مهارت صحبت کردیم درسته خب. مهارت رایتینگ که نوشتن هست این در واقع بیشترین ضعف زبان آموزا تو این هست به خاطر اینکه کم بهش پرداخته میشه من یه مجموعه کتابی رو معرفی میکنم خب که از مبتدی تا پیشرفته هست به صورت خودآموز میتونن دوستان بگیرم یه بار تو صحبتات اشاره کرد ولی یه بار دیگه تو پایان بگو آره حتما اسم کتاب رو آره. خب بگو مجموعه کتاب آره آره لانگمن مجموعه کتاب های لانگ بعد شاید جا ممنون که وقت گذاشتی دمت کرد خیلی ممنون مرسی از دعوت شما قربونت یا علی خدافز قربونت شما